اومدی مرسی خونی کرده، دستاشون خیلی رو کردن. یا مثلا شهاب حسین اگه اومده یک زری زده، آقا امام حسین امام حسن فلان بعد که اینا همه دارن میگن ما آریایی هستیم، تازی نمی پرستیم، لچک به سری رو نمی پرستیم، لچک دختر ایرانی زن ایرانی سرش نمیذاره. پادشاه ایران تاجی گیره که سر شهبانو گذاشت، گفت من این رو سر زن ایرانی گذاشتم. از دیگر بار براتون خوندم تاریخ ما شاهان زن داشتیم، ما رو چه به صحراگردی و افکار و اندیشه های اینها. و بگه حالا میگن خانم چه داری یعنی گرفت و کتا اینجا دلیل ما بیمم، همه فیلم رو به شما نشون ندادن، ببینید همه فیلم رو هست الان. اون خانم بین چار پنج تا خانم دیگه قایم شده با دوربینش داره فیلم برداری میکنه، از بچه ها فیلم میگیره، میرن میگیرنش دوربینش هم داد میزنه، دوربینش هم میگیرن. وقت ندارم به شما نشون بدم، همه تون دیدین. یعنی اینه که بیان به شما بگن اینا قرآن آتیش دادن، پرچم امام حسین آتیش دادن، فلان کردن، اصلا توجه نکنید. آقا مگه خود علی، علی شما، علی که مشاور عمر بود در حمله به ایران، امام علی فرزندانش در قتل عام ما دست داشتن، پدر ما رو کشتن، سیدار همه جا گذاشتن، مگر علی در جنگ با معاویه وقتی معاویه قرآن ها رو علم کرد نگفت بزنید اینها رو، اینا کاغذ پاره است، گفت بزنید اینها کاغذ پاره است. عزیز این عباسی هر کی براتون در بود بزنید تو گوشش. مهدی خزعلی دیدم ماده چه گریه زار، یک سینمای آرتیستیه به خدا، نمیدونستم مهدی عجب گولی هیچ کدی بینار نخورید. شاهرخ عزیز من، خواننده برتر، کسی که بهترین ترانه ها رو خوندن این طول تاریخش، مثل استاد اکبر گلپا. استاد اکبر گلپا شما میدین چه خونده؟ بعد گلپا میره آمریکا، میاد با شاهرخ یک برنامه مشترک میذاره، با شاهرخ، با خانم همیرا برنامه مشترک میذاره. گلپا عشقه، گلپا شوره. حالا شاهرخ عزیزم از یزدان بزرگ تندرستیش رو میخوام، از تخت بیمارستان پیام برشون میده. بر جمهوری خونخوار صفاک تروریست عربی اسلامی، درود من به ملت شریف و نازنین ایران، ملت شریف.